اینجا رادیوی جهانی پارس در خدمت شماست دوستان و بینندگان محترم و عزیز ما با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم و از برنامه های سری برنامه های سوال هفته رو به شما ارائه میدیم و امیدوارم که فرصت خوبی باشه براتون که بتونید بنشینید و تماشا کنید این برنامه رو و از اون استفاده کنید با برادر عزیزم آرمان رشدی در خدمت شما هستیم بله، تشکر و خدمت. شما رو خدمت میکنیم بعد آرمان میتونید بله منم سلام بگید سلام عرض میکنم و اگر احتمالاً شیرنه چی زولبیا، بامیه یا باغلاوا خصوصاً در خدمتون هست به یاد بنده بخورید و جای من رو خالی کنید عجب چیزهای خوشمزده رو چون گشنمه <تصفح> 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 دوستان عزیز همونطور که میدونید وبسایت پرپاسخ یکی از وبسایت های سازمان شورای کلیسای دو, دو دو هست که این وبسایت به سوالات زیادی که شما درباره مسیحیت دارید و کتاب مقدس و تاریخ کلیسا پاسخ میده پس شما رو دعوت میکنم که این وبسایت رو حتما مشاهده کنید این وبسایت هست آدرسش پرپاسخ.com به صورت فینگلیش بنویسید پرپاسخ.com و میتونید مراجعه کنید و سوالات و پاسخاتونو رو بیابید با بردر ازم آرمان رشدی در خدمت شما هستیم که با یک سوال دیگه شما رو خدمت کنیم سوالمون آیا مسیحیت یک مذهب خارجی و مربوط به کشورهای غربی است یا خیر؟ این سوالیه که فکر کنم در ایران خیلی ها اینطور فکر میکنن که مسیحیت یک مذهب آمریکایی یا مذهب اروپاییه و اصلا ربطی به شرق و اینا نداره آیا ها. واقعا اینطوری طوره یا نه ولی قبل از اون که شما پاسخ این سال رو بدید بح بح. من میخوام یک کتاب مهمی رو معرفی کنم در برنامه گذشته ما درباره جبر و اختیار صحبت کردیم اگر توجه کردید و این برنامه در این برنامه سوال مهمی که در تا تاریخ دربارهش در بحث های زیادی شده بررسی کردیم و کتاب معرفی آموزه های مسیحیت کتاب خیلی عالی هست که شما رو تشویق میکنم حتما تهیه کنید کتابیه که یک الهیدان برجسته به اسم میلارد جی اریکسون نوشتن و اتفاقا بعدمون آرمان رشتی هم این رو ترجمه کردن پس شما رو تشویق میکنم این کتاب رو حتما تهیه کنید کتاب خیلی عالی الهیاتیه و در سطح خیلی عالی ولی در زن به صورت به زبان خیلی ساده نوشته شده و میتونه هر کسی از اون استفاده کنه پس تشویقتون میکنم این کتاب رو حتما از سازمان انتشارات سازمان دو 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 تهیه کنید خدا برکتتون بده بله اما سوالمون آیا مسیحیت یک مذهب خارجیه یا غربیه یا مسیحیت ربطی به غرب نداره، یا؟ بله، در پاسخ باید بلافاصله با قاطعیت ارز کنم نخیر. مسیحیت مطلقاً دین غربی نبوده و نیست بله، بله به حال هر کسی، به خصوص برادران و خواهران، مسلمان ما بر اساس قرآن میدونن که این ادیان ابراهیمی همه در خاور میانه بله یعنی در به وجود بله. 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 دین یهود دین مسیحیت در فلسطین پا به وجود گذاشتن دین اسلام هم در قسمت غربی عربستان به وجود اومده هم. در هیچ کدوم از این ادیان غربی نیستن نشاند. اتفاقا شرقی دقیقاً اما خب متاسفانه باید بپذیریم که تاریخ بازی های عجیب قریبی داله. با ادیان و با ملت ها کرده هم. یعنی مثلا فرض ما ایرانی ها به اه شاهنشاهی کوروش و اشکانیان و ساسانیان افتخار میکنیم بله. مثلا من الان میبینم توی اخبارها که مردم ایران چقدر به مقبره کوروش در پاسارگاد احترام میذارن براش اهمیت قائلن بله خب بنابراین ولی خب امروزه بازی سرنوشت، بازی تاریخ، ملت ایران رو از بحران‌های بسیار زیاده. زیادی گذرانده که من به بعضی از اونها اشاره می‌کنم چونکه متاسفانه هموطنان عزیز ما در ایران فکر می‌کنن که حمله اعراب باعث افته مملکت ما شد، من چنین اعتقادی ندارم و امروز سعی میکنم اگر وقت اجازه بده بگم اون کسی که واقعا ملت ما رو به واقعا به انحطاط رسون چه کسی بود که نمک میپاشه رو زخمای دیرینه من حالا بعدا میگم ببینید در کتاب اعمال رسولان بله خدمات پتروس رسول و بعد پولوس رسول ذکر شده بله خب و کسی که خارج از کتاب مقدس مطالعات دیگه ای نداره و فقط کتاب اعمال رسولان رو خونده فکر میکنه که مسیحیت به طرف غرب یعنی امپراتوری روم توسعه بله. پیدا کرد بله، دقیقا. اما دقیقا. خب خوشبختانه اه، کتابهایی هست آثاری باقی مونده اه. اه، که در تاریخ کلیسا نوشته شده بله. و طبق این کتابها گرچه الهامی نیستند ولی تاریخی چه اشکالی داره تاریخ مثلا بله. مثل, مثل اینکه یه نفر آثار هرودوت رو بخونه، بله. تاریخ نگار یونانی یا فلسفه افلاطون رو بخونه، بگه خب چون اینا الهامی نیستن دروغن. نه. نه بله. هیچ کس همچین فکری نمیکنه بله. که افلاتون و ارسطو و تفلک تمام این فلاسفه دروغ, دروغ واقعا وجود داشتن بله. و آثارشون هست بله. بله. و اصلا چرا راه دور بریم یه فیلسوف و ریاضیدان یونانی بود فیساغورس, فیساغورس. بله. بله بله که ما هنوز هم تو ریاضیات از اون پیروی بله. کنیم بله. خب. دقیقا. یعنی این که تو کتاب مقدس نباشه دلیل بر این نیستش که دروغه بله. بله. و طبق این احادیث و نوشته‌های پدران کلیسا تومای رسول بله. همون تومایی که ما هی بهش بی احترامی میکنیم میگیم تو مای شکاک هم ایشون بود که م. پیام انجیل رو به بین نهرین بله. آورد بله. به شهر ادسا بله. و اربیل که الان هم هست بله. در بین النهرین بله. که اون زمان جز امپراتوری اشکانیان بله. بود بله. در ایران, در ایران. بله. و بعد گفته شده که ایشون ایران رو ایران اون زمان رو طی کرد به هندوستان و به هندوستان رفت بله. و کلیسای حضرت توما رو تأسیس کرد که حتما تعجب می کنید خدمتون عرض بکنم که مسیحیان این کلیسا که به دست توما بنیان بله. گذاشته بود گذاشته شده بود هنوزم هستن بله. بله. در جنوب غربی هندوستان بله. و یک چیز جالب دوستان عزیز که من فکر میکنم برادرم آرمان رشدی تایید میکنن که حتی مسیحیت در ارمنستان از طریق ایرانیان پذیرفته شد یعنی شخصی به اسم خسرو بوده که بعد اسم تعمیلیشون گریگور بود و ایشون به ارمنستان اومدن و در سال 301 میلادی مسیحیت رو پذیرفتن ارامنه و در حقیقت ایرانی ها بودن که مسیحیت رو به ارامنه معرفی کردند. اگه اشتباه بله. نمی کنم صد در درصد البته ماجراش خیلی طولانی بله، و بله. رقت چون بله. ایشون وقتی بله. اسمش گریگور نوربخش بله. بود بله. که یه چ... سال ده سال پیش ام. یک دانشمند یک خانم ایرانی بله. اسمشون یادم رفته کتابی ام. منتشر کردن بله, بله به اسم حاملان نور واو بله ام. و سرگذشت این گریگور نوربخش بله که شما ارمنیا میگین گریگور بله ایشون افت انداختنش تو زندان 14 سال بله بله و بعد پادشاه ارمنستان هنوزم چایش هست در ارمنستان بله بیمار شد بله و متوسل به گریگور شد بله و ایشون که شفاش داد پادشاه و تمام دربار مسیحی شدن و ارمنیای زرتشتی رو مسیحی کردن بلد. و شما ها افتخار اینو دارین <applause> که اولین ملتی بلد. اولین کشور مسیحی, مسیحی باشین بله. که هنوز بعد از 1700 بله. سال که این همه تو منطقه ما بلاها نازل شد بله. چنگیز خان و تیمور خان و, و دیگران، بله. عرب، عثمانی ه... آس... ها، بله. هنوز شما بله. پابرجایین بله. <applause> و این رو مدیون مسیحیت هستین بله. و, بله. بله. و باید قدرش رو ارمنیها ها بدونن حالا بله. اگر جسارت نباشه من یک کتاب فکسنی خدمتتون <applause> معرفی بکنم سرگذشت مسیحیت در ایران زمین بله سرگذشت مسیحیت در ایران زمین که این رو از انتشارات ایلام میتونید دریافت کنید بله. اونهایی که در ایران هستن و نمیتونن این کتاب رو بخرن میتونن با آدرس ایمیل توجه کنید ایمیله info@kalame.com تماس بگیرن بگن این کتاب رو میخوان و اونها به صورت الکترونیکی و من وا... نمیدونم چجوری اصلا وارد نیستم براتون میفرستن بله شما تشویق بله تشویق میکنم حتما تهیه کنید من خودم خوندم این کتاب رو سالها پیش خوندم و واقعا عالیه و چه داستان واقعا دردناکیه که چطور خیلی. خیلی. چطور مسیحیان رو در ایران به شهادت رسوندن حتی زمانی که زرتشتی‌ها در اونجا قدرت داشتن چطور زرتشتی‌ها حتی چه آزاری رسوندن ده. مسیحیان ایرانی رو اتفاقا شما نمک باشیدین رو زخمای من <applause> مسئله اینه که <applause> هموطنان ایرانی ما فکر بله. می‌کنن که وقتی که عرب مسلمان به ایران اومدن بله. اونها مسیحیت بله. رو از بین بردن بله. ولی هیچ کس نمیگه که در حکومت چهارصد سا، چهار ساله ساسانیان چه فجایعی موبدان زرتشتی بر مسیحیان که هیچی و مزدکیان وارد آوردن بله. بله. حالی که نمک باشید این روز زخمای من <تصفح> بعد خدمت بینندگان عرض کنم که یه <applause> <applause> پادشاهی داشتیم یکی از آخرین پادشاهان ساسانی به نام انوشی بله که به دادگر معروفه بله میدونید چرا دادگر میگفتن؟ <applause> <applause> چون ایشون بود که این آقا بود که به تحریک موبدان زرتشتی مزدکیان رو قتل عام کرد وحشیانه واو. موبدان زرتشتی گفتن که این دادگره بر اونها دادگر بود بله. نه بر مردم نه ایران بله و ظلمی که ساسانیان کردن بله. به مردم ایران بله. متاسفانه تو کتابا نوشته نمیشه ولی بله. بله. خب آ... آیا حالا صحیح که در ایران در زمان ساسانیان حدود 8 میلیون مسیحی بوده این... من اون موقع بچه خود... بودم یادم ولی... نمیاد اینو شنیدم که حدود بله. 8 میلیون مسیحی بودن مسیحی بله. که خیلی زیاد بودن ولی بله بله. حالا اینکه چند میلیون بودن من حدس میزنم بله من هم بله. شنیدم بله ولی خب من جانب احتیاط رو رعایت بله. میکنم بله. ولی اون چیزی که ما باید بدونیم مثلا بینندگان عزیز ما که در ایران هستن و از تاریخ بی اطلاع هستن باید بدونن که وقتی ما میگیم ایران در زمان اشکانیان و ساسانیان که تا ظهور پیامبر اسلام حکومت میکردند خیلی گستردهتر از ای ایران امروزی بله، بود بله. و ایران در زمان ساسانیان شامل مستان. نصف خاور میانه میشد بله، یعنی بله، بله. قسمتی از سوریه عراق و عربستان جزو امپراتوری ساسانیان بود بله. و این مردمانی که در خاور میانه و بین این زندگی میکردن بله یعنی اون چیزی که امروز سوریه و عراقه بله زبونشون سوریانی بود بله, بله یعنی همون زبونی که امروز آشوریان در ایران بله زبان قدیمیش البته بله, بله مسلمه دیگه بله دو هزار سال گذشته بله 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 اینها به اون زبان صحبت بله کرد و اینا همه یک دست مسیحی بودن، بله. مسیحی شده بله. بودن، بله. ولی جز امپراتوری ایران, ایران بودن. بودن پس وقتی میگن در زمان قبل از اسلام، هشت یا نه میلیون مسیحی بود زیاد شاید، حالا تو این کتاب من... اه اه به مردم داخل فلات ایران ام. که زرتشتی بودن اونقدر مربوط نمیشه تا به سریانی زبانهایی که در بین این زندگی میکردن طبق اون چیزی که من خیلی ببخشید م خیلی زحمت کشیدم چون اطلاعات پراکنده بود جمعآوری کردم زرتشتیهای ایران یه مقدار مسیحی شدنشون کند بوده یعنی طول کشید اما دیگه در قرنهای پنجم ششم میلادی عده بله. خوبی از زرتشتی ها مسیحی شده بودن بله. کمان که تو این کتابم اگر بخونن دوستان یکی از برجسته ترین پاتریارخ پاتریارخ یعنی بله. همون پاپ بله در غرب قر... در ش... شرق میگم پاتریار بله. در غرب قر... میگم پاپ بله. زرتشتی تبار بوده ولی اسمشو عوض کرده اسم سوریانی یا آشوری رو خودش گذاشته مار ابا ولی در تاریخ اسم فارسیش ثبت نشده بله. ولی مثلا ما یک یکی از پدران کلیسای سوریانی یعنی کلیسای امپراتوری ایران شخصی بوده به اسم فرهاد پارسی بله که اسم قدیم شکل قدیم اسمش افراهاته حالا این کتاباش هست توی سایتی که اگر دوستان تشریف ببرن تو سایت ایران احتمالاً احتمالا در اونجا آثار و نوشته های این پدران سوریانی امپراتوری های ایران اومده بله. و کلیسای بسیار درخشانی بوده ام. و دوستان تعجب خواهند کرد که بتونن این کلیسای امپراتوری های پارس یعنی اشکانیان و ساسانیان انقدر غیرت بشارتی داشتن که بنابر تا چین. تا چین شهادت تاریخ، بله. یک چهارم ها مسیحی بله. بودن. بله. بله. و بعد در قرن هفتم یا هشتم، یادم نیست، بله. همین مسیحیان پارسی، افته این دیگه بعد از اسلامه، مسیحیت رو تا چین بردند بله، بله. و الان یه سنگ نوشته هست خیلی روی ستون سنگی بزرگ هنوز هست بله. که نوشتن که راهب های پارسی م. گرچه سوریانی صحبت می‌کردند ولی چون در امپراتوری پارس بودن بله. اینا رو پارسی می‌خوندند بله. در نیچه لب کلام این که مسیحیت غربی نبوده هیچ وقت خب حالا چون وقت کمه من خلاصه میکنم دوستان فکر نکنن که مسیحیت ایران و شرق به خاطر حمله عرب از بین رفت نخه محدودیت های گذاشته شد بر مسیحی ها زرتشتی و, و یهودی ها ولی اینا آزاد بودن <applause> که مراسم خودشون رو به جا بیارن مشکل زمانی پیش اومد که ما ترک ها خلافت عرب رو برانداختیم سلجوقی ها و ترک ها خلیفه شدن اینجا بود که جنگ های صلیبی به وجود اومد بله، بله. یعنی تا قرن یازدهم بله. که اعراب مسلمان بر منطقه مثلا بر فلسطین حاکم بودن مسیحی ها و یهودی ها آزادانه می زیارت ام. وقتی در قرن یازدهم حکومت خلافت اسلام به دست ترکا افتاد با. گفتن نه ما اجازه نمیدیم یهودی و مسیحی بیاد ام. و اورشلیم رو جنگ, جنگ های, جنگ های, سلیبی های سلیبی به وجود یعنی جنگ های صلیبی جنگ مسیحیت و اسلام نبود م. جنگ اروپا با ترکا بوده بله بله و این یه واقعیت تاریخیه بله. حالا من هیچ تعصبی ندارم حالا نه اینکه فکر کنید بخوام از اعراب مسلمان دفاع کنم ولی واقعیت تاریخی رو باید گفت بله, بله. خب بله. و همین ترکان سلجوقی و عثمانی بودن که آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی رو کم کم فتح کردند و, و مردم مسیحی رو که عرب تحملشون میکردن مجبور کردن مسیحی بشن و بعد در سال 1453 سلطان محمد فاتح که عثمانی بود استانبولیه رو فتح کرد بله. و اسمش رو گذاشت استانبول بله. و بزرگترین کلیسای اون شهر رو که الان اسمش آیاصوفیه است تبدیل به مسجد کرد. بله. خوشبختانه بله. دولت مدرن ترکیه به باستانشناسا اجازه داده گچهایی رو که رو دیوار هست بله. بعضی جا رو بکنن و زیرش تصاویر و, و نوشته‌های بله. مسیحی هست. بله. اینه که بله خب ببینید الان در سوریه البته اگه سوریه ای وجود داشته باشه بله. در عراق، بله. لبنان و مصر هنوز بازماندگان مسیحیت قدیمی هست. هستن بله. گرچه متاسفانه بله, بله. از سوریه و عراق دارن کوچ میکنن به خاطر داعش بله اینها بله. و اینی که خب این بازی تاریخه، بله و اینطوری شد که خب مسیحیت در شرق تضعیف شد, شد، بله. ولی اولش اینطور نبود. نبود. بله دقیقا دقیقا پس ما جای تصفه. واقعا متاسفیم که مسیحیت اینچنین در شرق رشد کرده بود و میتونست بسیار درخشان پیش بره ولی به خاطر حملاتی که به وجود اومد توسط سلجوقی ها و عرب و به هر حال بحشو. آه یه نکته مهم حالا اگر از برنامه هم زیادی شد اشکال داره. نداره ببینید طبق شهادت تاریخ من تو این کتاب نوشتم تا قرن پونزده هم, هم در ایران در شهرهای مثل تبریز، مشهد، اصفهان دیگه بقیهش الان یادم نیست اسقفنشین نشین داشتیم واو. و اون چیزی که اینا رو از بین توضیح بدید که اسقف نشین چی هست با. یعنی جایی اوز... که اسقف باشه یعنی چندین کشیش در چندین کلیسا هستن بله. در راست اینا اسقف بله. قرار بله. میگیره بله. یعنی هنوز اینقدر مسیحی بوده تا بله. قرن 15 بله. میدونید میدونین اینو کی از بین برد تیمور خان او. تیمور لنگ بله نه اینکه تیمور کلیساها رو از بین برده باشه بله. تیمور اصلا کل شهرها رو نابود, نابود کرد بله. خب بله. در چه اقلیت مسیحی ساکن در اونها هم از این رفتن بله. بله. یعنی ایشون با مسیحیت دشمنی نداشت ایشون با همه دشمنی داشت بله متاسفانه بله. خب اینو باید یادآوری یاداوری بکنیم درسته. درسته. درسته درسته خیلی عالی بود برادر عزیز ببخشید که من کم عصبانی شدم چون بله غیرت ایرانیتون گل کرد حال واقعیتیه که مسیحیت از شرق شروع شده دوستان عزیز از فلسطین فلسطین امروزی و مسیحیت از اونجا به غرب اومد در حقیقت و به شرق و به شرق هم همچنین بله به هندوستان به ایران و چين. به چین به ارمنستان و خیلی جاهای دیگه توسعه پیدا کرد مسیحیت به خاطر ایمانی که داشت و به خاطر محبتی که ابراز میکرد نسبت به مردم و به خاطر فروتنی مسیحیان خیلی سریع رشد میکرد و به این خاطر در قرون اولیه مسیحیت حتی بدون جبر، بدون زور، بدون شمشیر مسیحیت رشد کرد و آنچنان رشد کرد که تمام امپراتوری روم به زانو در اومد و مسیحی شد پس دوستان عزیز به پایان برنامه ما رسیدیم شما رو به فیض خداوند ما عیسی مسیح میسپریم و به همراه برادر عزیزم آرمان رشدی از شما خداحافظی میکنیم باید. تا برنامه آینده خدا نگهدار خدا حافظتون. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98 98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian at gmail.com میتونید با ما در تماس باشید wrpersian at gmail.com